همکارم مهرداد مشایخی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن با ما هست. مهرداد، چه جلسه جنجالی شد جلسه بین نماینده ها و آقای بلینکن؟ همینطوره پریسا، اونها نماینده‌ای از هر دو حزب به خصوص جمهوری‌خواها نحوه خروج آمریکا از افغانستان رو یک رسوایی و یک افتضاح و موجب شرمساری آمریکا دونستن. اونها به جاموندن تعداد از شهروندان آمریکا توی افغانستان بعد از خروج نیروهای آمریکایی اشاره کردن و گفتن که این بدقولی بزرگی از طرف رئیس جمهور بایدن بوده که قول داده همه آمریکایی‌ها خارج بشه. اونها همچنین به یک نکته اشاره کردن و اون که حالا افغانستان معمنی برای تروریست‌ها خواهد شد، به خصوص که داعش خراسان همین حالا اونجا پا گرفته و القاعده هم اونجا دوباره زنده خواهد شد و حالا که نیروهای آمریکایی خارج شدن، آمریکا هیچ دسترسی برای مقابله با اونها نداره. بلینکن در مقابل پاسخ داد که دولت بایدن هیچ راهی جز خروج نداشت، چون که اگر توافقی که دولت ترامپ تا بخشی از اون رو اجرا کرده بود نقض می‌کرد، طالبان دوباره حمله به نیروهای آمریکایی را از سر می‌گرفت، به شهرهای بزرگ از سر می‌گرفت و موجب یک جنگ تمام عیار می‌شد و آمریکا مجبور بود حدود 10 سال شاید بیشتر اونجا حضور داشته باشه، چرا که تا اون موقعی که دولت بایدن سر کار اومد حدود 2500 تا فقط از نیروهای آمریکایی مونده بود، 5000 از اسیرای طالبان خارج شده بودن از زندان و شرایط قابل برگشت نبود مگر اینکه جنگ تمام عیاری دوباره برقرار بشه. و البته گفت حدود 100 شهروند آمریکایی همین حالا در افغانستان هستن که دولت وزارت خارجه آمریکا با اونها در تماس هست برای خروج و حاضر به اونها کمک بکنه اگه بخوان خارج بشن. واکنش رسانه‌های آمریکایی چی بود به این جلسه مرتضی؟ رسانه‌های آمریکا هم به همین انتقادها اشاره کردند و اینکه آکسیوز به این اشاره کرده بود که بلینکن در پاسخ به انتقادها گفته هیچ ما توافقی رو به ارث بردیم از دولت ترامپ اما هیچ برنامه‌ای برای خروج از اونها نگرفتیم و اونها هیچ چیزی به جا نذاشته بودن، یعنی اینکه برنامه‌ای اعلام نشده بود به دولت بعد که چگونه باید خارج بشه یا چیز جای به جا مونده باشه چنین برنامه‌ای. وال استریت ژورنال، نیویورک تایمز و واشنگتن پست هم به انتقادهای تند نماینده های کنگره اشاره کردن و اینکه حداقل دو تا از اونها از بلینکن خواستن که استعفا بده به خاطر این آشفتگی خروج از آمریکا و همچنین اونها بلینکن رو دروغگو خوندن با توجه به اینکه گفته بود هیچ ارزیابی نبوده، در حالی که گزارش‌های نش درس کرده بود که اشاراتی شده بود به اینکه کارکنان دولت در بخش‌های مختلف ارزیابی داشتن که طالبان به شدت به سرعت افغانستان رو تسخیر خواهد کرد بعد از خروج نیروهای آمریکایی، اما بلینکن اینها رو رد کرد و گفتش که به اطلاعات درز پیدا کرده پاسخ نخواهد داد و به اطلاعات رسمی فقط پاسخ خواهد داد. به هر حال انتقادها به شدت تند بود و پیش بینی میشه که در همین جلسه سنا که امروز برگزار میشه همین انتقادها بشه از آقای بلینکن. ممنونم از توضیحاتت مهرداد مشایخی، همکارم که از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن با ما همراهی می‌کرد.